ما فصل هفت رو میخوایم بچه ها دوره داشته باشیم، منتها فصل هفت که میدونید 4 گفتار داره، ما میخوایم نکاتی که مربوط به اسپرم سازی، تخمک سازی و بار کروموزومی اینها هست رو بیشتر با هم مرور داشته باشیم، وضعیت کروموزومی های اینها رو بیشتر بررسی کنیم و یه مقدارم روی شکل ها بررسی داشته باشیم، که بررسی که امروز میخوایم بکنیم نکات تستی و تحلیل تست ها باشه برای کنکور و همچنین نکات بار کروموزومی مربوط به اینها. آقای بیخیله عزیز تشریف آوردن، بهروز آره، آیا به روزی خودکار و چک نویس داشته باشین یا کتابتون جلوتون باز باشه، این نکاتی که رو شکل میگیم بعضی نکات جدیدی هم اضافه میشه که شما اینا رو بنویسین خوبه برای یادگیریتون، بنابراین چک نویس، کاغذ و کتاب که این صفحه‌هایی که با هم میریم رو مرور داشته باشیم خیلی خوب و عالی. با این شکل نگاه میکنیم، بچه بررسی میکنیم، ببینین اندام های جنسی در پشت مثانه قرار دارند. اندام های جنسی ما 2 تا بیضه ها بودن، بیضه ها 2 عدد که بهشون میگیم غدد جنسی. بیضه علاوه بر تولید اسپرم یا گامت نر، تولید تستوسترون هورمون جنسی هم در مردها میکنه. یه غده پروستات هست، بیزه درون ریزه، یعنی هورمون خودش رو به داخل خون میریزه، درون ریزه. غدد دیگری هم ما در نرها داریم، یکیش پروستات هست که پروستات به اندازه گردو و اسفنجیه. بچه ها یه موقعی پروستات رو به لحاظ ساختار اسفنجی تشبیه میکنن به ششها که ساختار اسفنجی داره. پروستات مایع شیری رنگ و قلیایی رو تولید میکنه که مسیر اسپرم در بدن ماده رو خونسا میکنه. 2 تا وزیکول سمینال هست، وزیکول سمینال هم 2 عدده. اینها مایع قندی، قند فروکتوز، فروکتوزی قند مونوساکارید هست تولید. فروکتوز مونوساکاریده مثل گلوکوز. و 2 تا پیازی میزراهی، 2 تا پیازی میزراهی. اگر دقت کنین کلا میشه 7 تا قده که بیضه ها درون ریزن و بقیهشون برون ریزن، یعنی برون ریز یعنی به خون نمیریزن. بله، آقای مرادپور میگن که وزیکول سمینال اندازه نخود فرنگی، بهروز فروکتوز قند مونوساکارید 6 کربن است، به درستی یادتون اومده. آقای دراسای هم دیر اومده، خواهش میکنم تشبه بودم، چون من این چت ها رو هر چند دقیقه یه بار میخونم، اون لحظه گاهی اوقات نمیخونم. خب اینها غدد جنسی بود. حالا بریم سراغ مجاری رو نگاه کنیم. از هر ما روی هر بیزه مجرای پرپیچ و خم اپیدیدیم داریم، مجرای پرپیچ و خم اپیدیدیم. 2 تا بیزه است، پس میشه 2 تا اپیدیدیم، 2 تا بیزه، 2 تا مجرای پرپیچ و خم اپیدیدیم. 2 تا بیزه از هر کدوم یک مجرای اسپرمبر یا دفران میره بیرون، پس 2 تا مجرای اسپرمبر هست. و علاوه بر اینها دیگه همه اینا میان با یک مجرای میزراه خارج میکنه، یه دونه میزراهه. اگه در جمع اینا رو بخوایم بررسی کنیم کلن 5 تا مجرا در دستگاه تناسلی مرد میتونیم
بررسی بکنیم. یه نکته خوب تستی که اینجا میخوایم بررسی کنیم، بچه ببینین، بیزه اپیدیدیم و بخش اولیه مجرای اسپرمبر توسط کیسه بیزه محافظت میشن. سوال اینه کیسه بیزه چه قسمت هایی رو احاطه کرده؟ بیزه رو، اپیدیدیم رو هم احاطه کرده، بخش اینجا بخش اولیه مجرای اسپرمبر رو هم تا اینجا احاطه کرده. پس کیسه بیزه از این سه قسمت رو پوشش داده. نکته دیگه که تو شکل میخوام ببینیم برای تست، ببینیم از اپیدیدیم مجرای اسپرمبر اول میپیچه به سمت پایین، میبینیم اول میاد پایین، جهت میدم با فلش، بعد میره به سمت بالا. پس مجرای اسپرمبر اول به سمت پایین خمیدگی پیدا میکنه و بعد به سمت بالا میره. این هم ویژگی مجرای اسپرمبر. مرده از زمان بلوغ حدود 9 سالگی، نه بلوغ مرده حدود 15 سالگی، تا پایان اون بیزه ها و اندام های جنسی به شرط سالم بودن میتونن فعالیت کنن، اسپرم تولید کنن و هورمون جنسی رو هم تولید کنن. در این شکل بالا سمت راست اومده کیسه بیزه رو باز کرده و درون بیزه دو قسمت میبینه. یکی لوله های اسپرم ساز که لوله های پرپیچ و خمی هستن. لوله های اسپرم ساز اینجوری عمل میکنن که FSH اثر میذاره لوله های اسپرم ساز و لوله های اسپرم ساز اسپرم میسازن. بخش دیگری که شما با رنگ آبی بین اینها میبینید، این قسمت های آبی رنگ، اینا به این میگیم چی؟ به اینا میگیم سلول های بینابینی. سلول های بینابینی LH روشون اثر میذاره و اینها بینابینی ها رو مجبور میکنه به تولید هورمون مردونه تستوسترون، که هورمون مردونه ویژگی مردونه رو، ریش و سیویل و اسکلت مردونه، حالت تناسلی مردونه، رشد ماهیچه ها و استخوان رو به دنبال داره. ببینید هم لوله های اسپرمساز پر پیچ و خمه، هم اپیدیدیم پر پیچ و خمه. پس اگر در تستی اومد در دستگاه تناسلی مردها گفت لوله های پر پیچ و خم، هم لوله های اسپرمساز رو در نظر میگیردم اپیدیدیم. جالبه که تفاوت های این بیزه با تختان اینه که در تختان لوله پرپیچ و خم اصلا نداریم. تختان فاقد لوله های پرپیچ و خمه، ولی شما در بیزه مردان لوله های پرپیچ و خم و لوله اسپرم ساز، زام ساز و لوله های اپیدیدیم رو میتونیم ببینیم. میگه شواهدی دارن آقای بهروز، شباهت بیزه با تخمدان اینه که جفتشون گامت تولید میکنن، این گامت نر اون گامت ماده، جفتشون غدد جنسی هستن دیگه، هم بیزه غدد جنسی هم تخمدان ها گامت تولید میکنن. ولی از تفاوتاش یکیش اینه که در بیزه ما لوله های پرپیچ و خم داریم، ولی در تخمدان لوله پرپیچ و خم اصلا دیده نمیشه. مراحل تولید اسپرم رو میگیم اسپرمزایی یا اسپرماتوژنز، اسپرمزایی یا اسپرماتوژنز. خواهیم بریم بررسی بکنیم. قبل از اون یه نکته بگیم بچه ها، هورمون تستوسترون تو بدن شما آیا فقط توسط بیزه تولید میشه؟ هورمون تستوسترون در بدن شما آیا فقط توسط بیزه است یا جای دیگری هم در تولید این هورمون در بدنتون نقش داره؟ آقای مرادپور میگن نه، آقای مقدسیان ممنون. و
بله، غده فوق کلیه بخش قشری غده فوق کلیه هم در بدن مردان و هم در بدن زنان تولید هورمون جنسی میکنه. حالا تو بدن شما غده فوق کلیه هم تستوسترون یه مقدار تولید میکنه، هم در بدن شما به عنوان یک مرد هورمون های زنونه استروژن پروژسترون هم دیده میشه. که این هورمون های زنونه چرا در بدن مرد هست؟ چون بخش قشری غده فوق کلیه اونها رو تولید کرد. بریم سراغ مراحل اسپرم ساز. دیواره لوله اسپرم ساز که اینجا باشه، اینجا رو میگیم دیواره لوله اسپرم ساز. سلول هایی داره به نام اسپرماتوگونی یا زامزا. اسپرماتوگونی زامزا، این سلول ها دو ان هن و دو کروماتیدی هن. فقط میتوز میکنن، دقت کن، فقط میتوز. با میتوز، این رشتمان یعنی میتوز، دو تا سلول به وجود میاد دیگه. یه سلول با میتوز میشه دو تا، یکیش میشه زامیاخته اولیه یا همون اسپرماتوسیت اولیه که این باشه، یکیش هم برمیگرده به دیواره و لایه زاینده رو حفظ میکنه. پس اسپرماتوگونی زامزا با میتوز دو تا یاخته تولید میکنن، یکی زامیاخته اولیه یا اسپرماتوسیت اولیه است که بعدا میخواد بره برای تولید اسپرم اقدام کنه، و یکیم دیگه اون یکی رو نمیگیم اسپرماتوسیت اولیه، میگیم سلولی که میره این لایه رو حفظ. آقا این سلولی که تو این شکل نشون داده، این سلول دو ان مساوی 4 برای یک جانداری که کلا 4 تا کروموزوم داره. این سلول برای یک جانداری که کلا 4 کروموزوم داره و دوتا شبیه هم نوشتیم دو ان مساوی 4. ولی سوال از شما، الان اسپرماتوگونی انسان چه وضعیتی داره؟ چند تا کروموزوم داره؟ اسپرماتوگونی در این جاندار دو ان مساوی 4. همین اسپرماتوگونی در انسان وضعیت کروموزومیش چی است؟ میگیم اسپرماتوگونی انسان هم دو ان انسان 46 عدد کروموزومه. ممنون از آقای بیخیله. بله آقای مرادپور هم همینطور 46 تا کروموزوم. ان 23 تا است در انسان، آقای مرادپور نوشته 2 تا 23 تا، یعنی 46 تا کاملا. خب بچه ببینید 46 تا کروموزومه، این میشه چند تا کروماتید؟ میشه 46 تا، میشه 92 تا کروماتید. 46 تا دوتا یعنی 92 تا کروماتید. 92 تا کروماتید. خب شما خوندین که یک کروماتید یعنی هر کروماتید یه دونه دی ان ای داره، یک کروماتید یه دی ان ای داره. حالا اسپرماتوگونی انسان که 92 تا کروماتیده، در نتیجه 92 تا مولکول دی ان ای داره. هر یه دونه دی ان ای دو تا رشته داره که بهش میگن دو تا رشته پلی نوکلئوتید. هر دی ان ای از دو رشته تشکیل شده. دو رشته مارپیچ رو شما یادتون هست، هر دی ان ای دو رشته مارپیچ داره.
بله آقای مرادپور، هسته تن نوکلوزوم رو میگفتیم، به اینجا الان کاری نداریم. هسته تن نوکلوزوم یا هسته تن، بریم سراغ ادامه مطالب. بله ببینیم، اسپرماتوگونی اسپرماتوسیت اولیه رو به وجود میاره. اسپرماتوسیت اولیه هم در انسان دو ان دو کروماتیدیه، یعنی در انسان 46 کروموزوم دو کروماتیدیه. میوز یک یا کاستمان یک رو انجام میده، تبدیل میشه به اسپرماتوسیت ثانویه که ان دو کروماتیدیه، یعنی در انسان 23 تا کروموزوم دو کروماتیدی. اینجا نگاه کنین، 4 تا شد 2 تا. اینجا الان برای این سلول ان مساوی 2 تا، 2 تا کروموزوم توی این سلول میبینید که هم کروموزوم دو کروماتید رو شامل شده. بعد میوز دو رو که انجام میده، 4 تا زامیاختک یا اسپرماتید به وجود میاد و اونم میشه زامه یا اسپرم. جالبه بدونید که اسپرماتید و اسپرم جفتشون انن، یعنی در انسان 23 تا کروموزوم دارن و تک کروماتیدی هن، ان تک کروماتیدی هن. حالا سوال میکنیم، اسپرم انسان، هر یک اسپرم انسان چند تا رشته پولینوکلوتیدی داره؟ هر اسپرم انسان چه تعداد رشته پولینوکلوتیدی داره؟ آقای مقدسیان میگن 46 تا، آقای ترابی همینطور 46 تا. ببینید اسپرم انسان، آقای مرادپور و بهروز 92 تا. ببینیم اسپرم انسان 23 تا کروماتید داره، در نتیجه 23 تا دی ان ای داره. پس 23 رو ضرب داره دو رشته میکنیم آقای مرادپور آقای بهروز، میشه 46 تا رشته داره. چون 23 کروماتید داره، هر کروماتید یه دونه دی ان ای داره، هر دی ان ای هم دو رشته داره، پس میشه 23 دو تا 46 تا رشته پلی نوکلوتیدی. شاهی مقدسیان و ترابی جواب رو کاملا درست گفتن. ببینید آقای مرادپور، ما داریم اسپرم رو میگیم، اسپرم ان تا کروموزوم، یعنی 23 تا، 23 تا کروموزوم تک کروماتیدیه. اسپرم رو من سوال کردم، این ویژگی اسپرم رو. خب بچه ببینیم، در شکل از دیواره لوله اسپرم ساز هرچی به سمت مرکز میان، از بیرون به سمت مرکز میان، دیگه اسپرم در سمت مرکز تولید شده. دقت کنین، این یاخته ها رو توی تست میگم بچه ببینین، این یاخته ها به هم اینجوری اتصالاتی دارن، به اینا میگیم اتصالات سیتوپلاسمی دارن. میبینین یاخته ها با هم اتصالات سیتوپلاسمی دارن، پس توی تست اگر گفت اتصالات سیتوپلاسمی اینا هستن. بعد اینجا که میبینین زامیاختک تبدیل میشه به زامه، یعنی اسپرمو به وجود میاره، اینجا تمایز صورت میگیره، این اتصالات دیگه از هم جدا میشن. یکی از تمایزهایی که پیدا میکنه اینه که اتصالات سیتوپلاسمی از هم جدا میشه. هسته
از این شکلی که میبینیم به حالت دوکی شکل در میاد، اینو میگیم هسته دوکی شکل. سیتوپلاس کم میشه، دوم تاجک مانند بلندتر میشه. اینا تمایزهایی که در اینجا داریم. بلای مرادگوی که ویژگی تمایزیشون تاجک دار بودنه. اینا همون چیزایی هستند که بهشون میگیم تمایز پیدا کردن. بچه ما اگه بخوایم تقسیم ها رو ببینیم، میگیم اسپرماتوگونی فقط میتوز داره، اصلا میوز نداره. وقتی میوز نداره یعنی تترا تشکیل نمیده. پس اسپرماتوگونی یا زامزا فقط میتوز داره. میام سراغ زامیافته اولیه یا اسپرماتوسیت اولیه، میوز داره. در نتیجه چون میوز داره، تو میوز یکش تترات هم داره. در میوز یکش تترات هم تشکیل میده، ولی اسپرماتوگونی اصلا تترات تشکیل نمیداد. اسپرماتید تقسیم نمیشه، تقسیم نمیشه، فقط تمایز دارد. اسپرماتید تمایز پیدا میکنه تا به اسپرم تبدیل میشه. اسپرماتید طی فرایند تمایز تبدیل میشه به چی؟ اسپرم. بنابراین شما میبینید که اصلا قدرت تقسیم نداره. راجع به تمایزش هم که ما خیلی صحبت کردیم. یکی از سلول هایی که شما در شکل بالا دیدید یاخته های سرتولی هستن. سرتولی ها دو این هن. سرتولی ها دو این و دو کروماتیدی هستن. اینا هم تقسیمشون فقط تقسیم میتوزه، یعنی سرتولی تقسیم میتوز بشه، سرتولی مثل خودش رو به وجود بیاره. بیایم مرادپور. اینجا دیواره لوله اسپرم سازه، اینجا میشه وسط دیگه تقریبا، که یاخته سرتولی رو داریم. اینجا هم که اسپرماتید یعنی زام یاختک و زامه رو داریم، مرکز بود گفتیم، میشه مرکز شما میکنیم. سرتولی رو ببینم بالا داریم، هم اینجا سرتولی ها همونطوری که اومدیم برای شما گفتیم دو این دو کروماتیدی هم. یعنی اگه بخوام بگیم، میگیم در بدن ما سرتولی 46 کروموزوم دو کروماتیدی داره. یعنی وقتی ضرب در دو کنیم 92 تا کروماتید داره. سرتولی کارهای مختلفی رو انجام میداد. یکی از کارهاش تمایز اسپرم، پشتیبانی اسپرم، یک تمایز، دو پشتیبانی، سه تغذیه اسپرم. بیگانه خاری باکتری رو یادتون نره. بیگانه خاری باکتری هم نقش دیگری هستش که برای سرتولی در نظر میگیره. بریم بررسی شکل این اسپرم. ناحیه سر، تنه، دم. حالا نکات تستی که گفتیم اینجا بخواه یادداشت کنیم. ببین تارکتن یا آکروزوم همه سر رو نپوشونده،
تقریبا میبینیم دو سوم ناحیه سره، دو سوم ناحیه سر یا سه چهارم ناحیه سر رو پوشونده. آکروزوم آنزیم هاش میومد به کجا کارایی داشت؟ آکروزوم آنزیم هایی داره کجا رو تجزیه میکرد؟ بچه آکروزوم آنزیم هاش میگفتیم اسپرم هر فرد میتونه تخمک خودش رو شناسایی کنه، چون این آنزیم ها اختصاصی عمل میکنن. این آنزیم ها کجا رو تجزیه میکردن؟ آقای بیخیله میگه تخمک، تخمک کلیه، وارد جزئیات تر بشه. آقای مقدسیان میگه دیواره ژله‌ای، مرادپور ماده. بله این جواب آقای مقدسیان درستره. این آنزیم ها میان کارشون اینه دیواره، میگم دقیق تر اینو میخواد، ببین داخلی تخمک، یعنی به دیوار خارجی کار نداره، که ژله‌ای و شفاف هست رو تایید کنه. دیواره داخلی تخمک ژله‌ای و شفافه، شناسایی میکنه و تجزیه میکنه. ما این الان ترکیبش کردیم با گفتار بعدیمون که این ویژگی ها رو داره. قطعه میانی بچه راکیزه، یعنی میتوکندری فراوان داره، میتوکندری یا راکیزه فراوان داره. تو تست ها خب ما میگیم این میتوکندری که اولا کارش معلومه دیگه، ATP لازم، انرژی لازم برای حرکت اسپرم فراهم میکنه، انرژی یا ATP لازم. اما میگن این راکیزه ها به چه شکلی دیده میشه؟ میگیم به صورت مارپیچ. اینجا ببینیم مارپیچی هستن، به صورت مارپیچ میتونید شما اینو اینجا ببینید. میگیم میتوکندری ها در قطعه میانی به شکل مارپیچ دیده میشن. دوم تاجک مانند که باعث حرکت میشه، ببینید دوم تاجک مانند به وسیله قشای احاطه شده، انتهای دوم یعنی از اینجا تا اینجا، میگیم انتهای دوم تاجک توسط قشا احاطه نشده. انتهای دوم رو اگر دقت کنیم برای نکات تستی، انتهای دوم دیگه این تاجک توسط قشا احاطه نشده. خب این ویژگی های شکل اسپرم رو با هم دیگه بررسی کردیم. اینجا هم گفته بودیم که غدد جنسی نر پشت مثانه هستن، بچه مثانه جزء مجاری ادراریه و جزء مجاری تناسلی محسوب نمیشه. اینجا رو اگه دقت کنیم گفتیم بیزه، اپیدیدیم و قسمت اول مجرای اسپرم بر همشون توسط کیسه بیزه میگفتیم احاطه میشد. اینجا رو ببینیم مجرای اسپرمبر اولش به سمت پایین خمیدگی داره، بعد میره بالا. این هم یکی از نکات تستیه که خیلی دیده میشه. به مجرای زامبر، مجرای اسپرمبر یا دفران هم گفته میشه تو تست. این مجاری دو تا از این برابر میان، از درون وزیکول سمینال رد نمیشن، ولی از درون پروستات که این قاچ هندونه است و اندازه گردو شبیه قاچ هندونه است و اسفنجه رد میشن. ببینید دو مجرا، این مجرا یک، این مجرای دو، وقتی میان درون پروستات میشن یه مجرای واحد و از اونجا بعد عبور میکنن. از درون پروستات یه مجرا میان، از درون پیاز میزرایی هم رد نمیشن، از این وسطش میان، از داخل پیاز میزرایی هم رد نمیشن. میزراه که
ادرار رو خارج میکنه، میگیم خروج ادرار رو چگونه انجام میده؟ میگیم به کمک ماهیچه صاف دیواره میزرا این کار انجام میده. ما در میزرا بچه دو تا بخش متورم میبینیم، یه بخش متورم در میزرا این اول میزرا میبینیم، یه بخش متورم اول میزرا اینجا میبینیم و یه بخش متورم هم در انتهای میزرا. باز توی تستا گاهی اوقات به این نگاه میکنن که آقا میگن دو بخش متورم در میزرا دیده میشود، شما باید بیزنیم صحیح هست. خب دمای بیضای دوراسایی برای تولید اسپرم حدود 34 درجه مناسب بود. دمای بیضه کمتر یا بیشتر بشه فعالیت اسپرم سازی رو دچار اختلال میکنه و ممکنه اسپرم کمتری تولید شه یا اسپرم های سالم کمتری تولید بشه. آقای بهروز هم میگه یخ میزنه. بله آقای دورسای، بله خواهشون جواب گرفتیم. حالا دقت کنیم این چاپ هستیم، ببینیم فعالیت های ما در دستگاه تناسلی تحت کنترل، از فصل 4 میخوندیم هیپوتالاموسه. هیپوتالاموس هورمون های زیادی داشت، دو تا از مهمترین هورمون های هیپوتالاموس، دو تا از مهمترین هورمون های هیپوتالاموس، یکیش مهار کننده بود، یکی آزاد کننده هست. آزاد کننده طبق شکل نگاه کنیم میاد اثر میذاره رو بخش پیشین FSH و LH رو ترشح میکنه. FSH میاد روی لوله های اسپرم ساز اثر میذاره، لوله های اسپرم ساز، و این لوله های اسپرم ساز رو وادار میکنه به تولید چی؟ اسپرم. البته این روی سرتولی هم اینجا اثر میذاره دیگه، یعنی سرتولی هم تحت تاثیرش قرار میگیره و تمایز اسپرم رو انجام میده. اما LH مسیرش فرق میکنه، LH میاد روی بینابینی ها اثر میذاره، بینابینی رو وادار به تولید استسترون میکنه. اینجا خودتنظیمی منفی صورت میگیره، خودتنظیمی منفی در بیشتر هورمون ها دیده میشد، یعنی تستوسترون زیاد بشه خودش طبق این فلش اثر میذاره رو LH آقا کم شو، اثر میذاره رو هیپوتالاموس که دیگه هورمون آزاد کننده درش رو خودش رو بر عهده میگیره. خود تنظیم منفی در بیشتر هورمون های بدن دیده میشد، ما خود تنظیم مثبت کمی رو داشتیم که در بحث دستگاه تناسلی ماده خواهیم دید. بریم گفتار دو و این شد. اندام‌های تناسلی در زنان عبارتند از دو تا تخمدان. به تخمدان ها میگن غدد جنسی که اینها قرار گامت ماده رو تولید کنن. هورمون های زنونه استروژن پروژسترون هم اینا تولید میکنن. یه دونه رحم گلابیشه. بچه رحم رو ببینیم بالاش پهنه، قسمت پایین رحم که اینجا میگیم گردن رحم باریکتر میشه، گردن رحم در نزدیکی واژن هست باریکه ولی بالاش پهنه. حالا یه نکته تستی هم بگم، گردن رحم خودش باریکتره ولی دیواره داخلیش رو ببینیم، دیواره داخلیش ضخامتش زیاده، میبینیم؟ حالا بالای رحم که گلابی شکله ضخامت خودش زیاده ولی ضخامت دیواره داخلیش کمه، یعنی کاملا برعکس میشه. گردن رحم که باریکتره ضخامت دیواره داخلیش بیشتره، بالای رحم که پهنتره ضخامت دیوار داخلیش کمتره.
آقای بهروز میگن که ببینید، پس اندامهای جنسی زنان شد دو تا تختان، یه دونه رحم، بعد دو تا هم لوله رحم، دو تا لوله رحم که تو منابع علمی بهش میگیم فالوپ، لوله های فالوپ، و واژن هم بخشی که در هنگام خون قاعدگی ازش دفع میشه، اسپرم ها از اونجا وارد میشن، در هنگام زایمان طبیعی هم نوزاد با سر از اونجا باید خارج بشه. بریم سراغ رحم و نکات بیشتری ببینیم. رحم گلابی شکل بچه ها همونطوری که میبینیم بالاش پهن‌تر و پایینش گردن رحم باشه باریکتره، اما وقتی دیواره داخلی رحم رو نگاه میکردیم، دیواره داخلی رحم در این ناحیه پایین ضخیمتر و بالا باریکتر بود. دیواره داخلی رحم های صافه؟ میگیم نه. دیواره داخلی رحم همونطوری که در شکل میبینید چین خوردگی هایی داره. پس میگیم دیواره داخلی رحم صاف نیست، چین خوردگی هایی رو طبق شکل دارید میبینید. بله های بهروز، این چین خوردگی های دیواره داخلی رحم رو داریم میبینید. تخمدان ها تخم مرغی شکل غدد جنسی هستند که هورمون زنونه رو وارد خون می‌ریزن، غدد درونی‌ریز و سل جنسی رو هم تخمک رو هم تولید می‌کنن. اینجا رو اگر دقت کنین این ناحیه و این ناحیه، اینو میگیم تناب پیوندی عضلانی. تناب پیوندی عضلانی تخمدان رو به بالای، دقت کن اینجا بالای رحم، به قسمت بالای رحم وصل کرده. لوله رحم یه سرش به بالای رحم وصله، ببین اینم لوله رحم از اینجا بالای رحم وصله، یه سر دیگر لوله رحم بخش شیپور ماننده، بخش شیپور ماننده که تخمدان احاطه کرده و اینا رو بهش میگیم زواید انگشت مانند، که به هدایت تخمک کمک میکنه. تخمک برخلاف اسپرم دوم تاشک مانند برای حرکت نداره، این زواید انگشت مانند کمک میکنن به حرکتش. سوال های بهروز، میگن که جنس چین خوردگی ها چیه؟ این چین خوردگی ها بافت پوششی هم دیگه، مخاط داره. این چین خوردگی ها بافت پوششی هم، یعنی در اصل مخاط هم، بافت پوششی مخاط. حیات مشروب گفتیم مخاط علاوه بر دستگاه گوارش، بر دستگاه تنفس، ادراری و تناسلی هم وجود داره. این مخاطیه که اینجا وجود داره که شما از سال دهم میخوندید، بافت پوششی با مخاطی که اینجا داره. اوکی شد بچه؟ گفتیم که تخمک وسیله حرکتی نداره، برای حرکت خودش نیاز داره به چی؟ این زواید انگشت مانند. تخمک اگر بخواد حرکت بکنه، یکی از وسیله حرکتی تخمک چی هستش؟ زواید انگشت مانند و شیپوری که اونجا میبینید. یکی ماهیچه صاف لوله رحمه، ماهیچه صاف لوله رحم غیر ارادی است و در حرکت تخمک نقش داره. اینها میتونن به حرکت تخمک کمک بکنن. ببینید برخلاف آقایون که از زمان بلوغ بیزه ها، یعنی از سن حدود 15 سالگی شروع به اسپرم سازی یعنی گامت سازی میکنن، در دخترها، در نوزاد دختر، در همون بدو تولدش
هر تخمدان حدود 1 میلیون اووسیت اولیه داره. یعنی ما میگیم یه تفاوت دیگه، اسپرم سازی از بلوغ به بعد آغاز میشه، ولی تولید تخمک از دوران جنینیه. میگیم در تخمدان هر دختر حدود 1 میلیون اووسیت اولیه وجود داره که تقسیم میوز خودش رو آغاز کرده و در پروفاز 1 تقسیمش متوقف شده. یعنی ما عملا اگر بخوایم بررسی کنیم میگیم آقا در مردا اسپرماتوگونی از بلوغ به بعد فعالیت میکرد، ولی اسپرماتوگونی در خانوم ها در دوران جنینی کار خودش رو انجام داد. تقسیم میوز در مردها از بلوغ به بعده، ولی در دخترها از دوران جنینی تقسیم میوز رو آغاز کرده، پروفاز 1 رو رفته و متوقف شده و اووسیت اولیه رو به وجود آورده. ببینید این اووسیت اولیه این قسمت داخلیه. بهش میگیم اووسیت اولیه. اووسیت اولیه، هر اووسیت اولیه که شما میبینید توسط تعدادی سلول احاطه شده، به مجموع این اصطلاحا میگن فولیکول. میگیم از زمان بلوغ به بعد در هر تخمدان 1 فولیکول شروع به رشد میکنه. یعنی هیپوتالاموس دستور میده به هیپوفیز پیشین، هیپوفیز پیشین FSH رو تولید میکنه، FSH اثر میذاره رو فولیکول، فولیکول رشد میکنه، بزرگ میشه و تولید استروژن میکنه. این استروژنه باعث رشد بیشتر فولیکول میشه، فولیکول بزرگتر 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 تا روز 14 فولیکول پاره میشه و اووسیت اولیه پروفاز 1، متافاز 1، آنافاز 1، تلوفاز 1 رو انجام میده. مامیاخته ثانویه یا اووسیت ثانویه در روز 14 آزاد میشه. باقی مانده فولیکول تبدیل میشه به جسم زرد. باقی مانده فولیکول که این باشه تبدیل میشه به جسم زرد. پس سوال از شما میکنم FSH رو کجا اثر میذاره؟ روی فولیکول. اصلا اسمش هم روشه، FSH فولیکول استیمولیشن هورمون، یعنی هورمون محرک فولیکوله و فولیکول رشد میکنه، استروژن تولید میکنه، باعث رشد بیشترش تا روز 14 این میوزه کامل میشه و اووسیت ثانویه خارج میشه. به این عمل میگیم تخمک گذاری، میگیم تخمک گذاری در روز 14 اتفاق. باقی مانده فولیکول تبدیل میشه به جسم زرد. حالا LH اثر میذاره رو جسم زرد، جسم زرد مجبور میشه هورمون پروژسترون و تا حدودی استروژن تولید کنه. این باعث میشه که جسم زرد باقی بمونه، دیوار رحم تخریب نشه و خونریزی یا قاعدگی صورت نگیره. اگر اسپرمی اومد خودشو رسون به این اووسیت ثانویه، لقاح صورت گرفت، جسم زرد تا پایان بارداری باقی میمونه. اگر اسپرم نرسید و این اتفاق نیفتاد، جسم زرد یواش یواش تحلیل میره، میشه جسم سفید و این یعنی پایان دوره جنسی. این به این معنیه که دوره جنسی تموم شده، دیوار رحم باید دوباره
تخریب بشه، ریزش پیدا کنه و دوباره خونریزی رو داشته باشه. خب دیوار رحم در زنان از سن بلوغ دیواره تخریب میشه، خون همراه مقداری از یاخت‌های تخریب شده دفع میشه، به این میگیم قاعدگی یا عادت ماهانه یا همون پریود. با عادت ماهانه وقتی شروع میشه اول نامنظمه ولی کم کم منظم میشه، که میگه مهمترین شاخص دستگاه تولید. زنها تا چه سنی میتونن باروری و بچه زایی رو داشته باشن؟ نهایت تا 45 تا 50 سالگی. این سن رو میگن سن یائسگی، به دلیل از کار افتادن تخمدان ها بعد از اون دیگه زنها از سن باروری خارج میشن. این هم یکی از تفاوت های زن و مرده. مردان تا پایان عمر، از بلوغ تا پایان عمر، به شرط اینکه بیزه ها و اندام های تناسلیش و قدرت تناسلیش سالم باشه، این ویژگی بچه دار شدن رو دارن. ما گفتیم تخمک زایی از دوران جنینی شروع شده، یعنی این مامزایی که شما اینجا میبینید الان یه سلول دو ان مساوی چاره، اون تو بدن ما نیست. این اگر برای بدن ما باشه مامزا یعنی اووگونی. اووگونی در بدن انسان دو انش مساوی 46 تا کروموزوم دو کروماتیدیه. چه نوع تقسیمی کرده؟ رشتمان یا میتوز. منتها این تقسیم بچه ها در بدن زنها در دوران جنینی صورت گرفته، که بعد از اون دیگه اصلا این تقسیم رو نداره. چرا؟ چون همه این تقسیم انجام دادن و اووسیت اولیه رو به وجود آوردن که میگفتیم در پروفاز یک متوقف شد. مامیاخته اولیه که بهش میگیم اووسیت اولیه، اینم دو این دو کروماتیدی هست، یعنی در بدن انسان 46 تا کروموزوم داره. یعنی در بدن انسان بچه چی؟ 46 کروموزوم داره. در بدن انسان 92، چون 46 کروموزوم دو کروماتیدیه میشه 46 دو تا، 92 تا کروماتید داره، در نتیجه 92 تا دی ان ای داره، در نتیجه 92 تا دو تا یعنی 184 تا رشته پلی نوکلئوتیدی داره. اووسیت اولیه که ویژگیاش اینه که میتونه میوز کنه. میوزشو در دوران جنینی آغاز کرده، چون میوز میکنه پس میتونه چی داشته باشه؟ تتراد. اونایی که میوز ندارن اصلا تتراد هم ندارن. این با میوز اومده اووسیت ثانویه رو به وجود آورده و سلولی به نام اولین جسم قطبی رو به وجود آورده. پس منشأ اولین جسم قطبی اووسیت اولیه است، منشأ اووسیت ثانویه هم اووسیت اولیه است. متأسفانه کوچکتر از اینه، چون سیتوپلاس تقسیم نامساوی داشته، به این سیتوپلاس و اندوخته غذایی بیشتری. اولین جسم قطبی سیتوپلاس و اندوخته غذایی کمتر رسیده و معمولا نقشی نداره. اگر اسپرم با اولین جسم قطبی لقاء پیدا کنه یه توده بیشکلیه که معمولا دفع میشه و به جنین و نوزاد تبدیل نمیشه. ولی اگر این اسپرم، این زامه‌ای که اینجا نوشته یعنی اسپرم، اگر اسپرم خودشو برسونه به اووسیت ثانویه، بعد اووسیت ثانویه میوز دو رو کامل میکنه و به تخمک ترکیب میشه و تخمکه با اسپرم تولید یاخته تخمه دو ان. بازم اینجا میبینین اووسیت ثانویه سیتوپلاس بهش تقسیم نامساوی بود، به تخمک سیتوپلاسم بیشتری رسید، به دومین جسم قطبی سیتوپلاسم چی؟ کمتری رسید. اینجا دقت کنین
الان منشأ دومین جسم قطبی اوگوستید ثانوی است. منشأ دومین جسم قطبی اوگوستید ثانوی است. اولین جسم قطبی هم ممکنه طی میوز دو ادامه بده و بشه دو تا جسم قطبی، این هم بشه دومین جسم قطبی، این یکی هم میشه بازم دومین جسم قطبی. یعنی در نهایت چند تا جسم قطبی وجود بیاد؟ یکی هم که اینجا بود، سه تا ممکنه در نهایت جسم قطبی یا دومین جسم قطبی وجود بیاد. این شماره سه زدم منشأش از مامیاخته ثانویه یا اوگوستیت ثانویه است. این دوتا منشأشون از اولین جسم قطبی هست. ما قبلا گفتیم که تخمدان تخمکزایی خودش رو از چه دورانی آغاز کرد؟ از دوران جنینی آغاز کرد. اینجا رو ببینیم بچه ها، چرخه تخمدان رو میتونیم به دو مرحله ما تقسیم کنیم. یکی از اینجا تا اینجا بهش بگیم مرحله فولیکولی، از روز 0 تا 14. از روز 14 تا 28 بهش بگیم مرحله لوتئالی. پس چرخه تخمدان دو مرحله داره، فولیکولی. چرا؟ ببین فولیکول کوچیک تحت تأثیر هورمونی که قبلا گفتیم FSH روش اثر میذاره و خودش تولید استروژن میکرد، رشد میکرد بزرگ 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 تا روز 14 تخمک گذاری میشد، انجام میشد. این الان چی بود؟ اووسیت ثانویه آزاد میشد. باقی مانده فولیکول چی میشد؟ باقی مانده فولیکول تبدیل میشد به جسم زر. حالا LH تأثیر میذاشه جسم زر، جسم زر استروژن و بیشتر پروژسترون تولید میکرد و اگر لقا صورت نمیگرفت بعدها جسم زر تبدیل میشد به جسم سفید و تحلیل میکرد. ولی اما ببینید، اگر لقا صورت بگیره ضخامت دیواره داخلی آندومت، اینو میگیم دیواره داخلی رحم که اصطلاحا بهش میگن آندومتر. ببین در دو روز اول خونریزی این تخریب زیاده، میگیم روزهای دو الی سه خونریزی زیاد، ولی تا هفت روز ادامه داره بعد کم میشه. از روز هفتم به بعد ببینیم دیواره رحم داره بازسازی، زخیم 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 تا حدود روز 26. دوباره اگر که بارداری صورت نگرفته بشه دیواره رحم تخریب میشه و دوره جنسی بعدی آغاز میشه. چند تا نکته رو این شکل نگاه کنیم بچه ها. دیواره داخلی رحم ضخامتش کم و زیاد میشه. اینجا ضخامت دیواره داخلی رحم کم، بیشتر بیشتر بیشتری، اما ضخامت لایه ماهی زیاد نمیشه. این الان لایه ماهیچه رحم ضخامتش ثابته، کم و زیاد نمیشه. تخریبی که میگفتیم صورت میگیره مال دیواره داخلی رحم بوده، ماهیچه کاری نداره. یه نکته دیگر رو بیاییم با همدیگه ببینیم. اینجا رو شکل ببینیم هر چیز ضخامت داره زیاد میشه، این حفره ها و چین خوردگی ها بیشتر میشه. میشه چی؟ چین خوردگی ها بزرگتر و عمیقتر میشه. برای تستتون داشته باشین، چین خوردگی ها بزرگتر و عمیقتر. میبینین چین خوردگی کوچیک، بزرگتر 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 بزرگتری. رگ ها که آب یا سیاه رگ و قرمز ها سرخ رگ باشه، میگیم هر چی که پیش میره سرخ رگ ها و سیاه رگ ها
بزرگتر دارن میشن. اینجا سرخک سیاره کوچیک بزرگتر بزرگتر بزرگتر. یه نکته هم تو تستا من دیدم اینو میگم، میگم سرخرگ شکل مارپیچی به خودش گرفته. دقت کنید تو اینجا سرخرگ شکلش حالتش یه شکل مارپیچی به خودش گرفته. سوالی دارین تا اینجا بچه ها؟ اگر سوالی دارین بپرسین. ما شکل چرخه رحمی رو از روز 0 تا 28 بررسی کردیم و نکاتش رو گفتیم. آقای مرادپور عزیز، رضا سوال نداره؟ بهروز سوال نداری؟ اگر کسی سوالی داره بپرسه. سوال ندارین که مشخص مقدسیان و بقیه رو فرض کنیم سوال ندارن. اگر کسی سوالی داره بپرسه. آقای جعفری و سایر دوستان. خب بچه خسته نباشین، من یه 40 تا سوال تستی بعد از ظهر میدم با آقای محمدجانی براتون ارسال کنه و تستا رو خوب کار کنین، این فصل عالی کار کنین. تو کنکور این فصل بچه نمره داره. این نکات رو ببین، من رو شکل گفتم، بخونین دقیق بخونین و تستا رو خوب کار کنین. خب آیه بیخیل جایگزینی رو میگن توضیح بدیم. ببین آیه بیخیل وقتی که اسپرم، من حالا بذارم روی شکل جایگزینی بس براتون، وقتی که اسپرم و تخمک با هم دیگه ترکیب شدن و یاخته تخم به وجود اومد، این شکل ببین، تخم که به وجود میاد شروع میکنه به یه سری تقسیماتی و تخم اول یه سلوله، بعدن میشه دو تا سلول با تقسیم میتوز، بعدن میشه چهار تا سلول، بعدن میشه یه مرحلهی به نام مورولا که حدود 16 تا 32 تا سلوله، بعد میشه مرحلهی به نام بلاستوسیست. این میاد رو دیواره رحم. های بیخیله ببین، اینجا دیواره رحمه، اینجا دیواره رحمه، میاد رو دیواره رحم به کمک آنزیم های تروفوبلاست حفره ایجاد میکنه و خودش رو جا میکنه. وقتی که خودش رو تو دیواره رحم جا کرد، به قرار گرفتنش در دیواره رحم اصطلاحا میگیم عمل جایگزینی، میگیم خودش رو در دیواره رحم جایگزین کرد. این حفره توسط آنزیم های تروفوبلاست تولید شد. یواش یواش حفره بزرگتر میشه. دقت کنین، از سمتی به دیواره رحم وصله که توده درونیه. این سمتی که توده درونی داره اینجا به دیواره رحم وصل هسته. نه، یه دونه جایگزینیه. اینجا آمده جایگزین شده های مرادپور، بعد یواش یواش خودشو بیشتر جا کرده. یعنی اول این مرحله یکه، بعد میاد این مرحله دوی که بیشتر جایگزینی اتفاق افتاده. بچه ها مواظب خودتون باشین، ما هم از دعای خیر خودتون بهره‌مند کنین، خوب بخونین، تستارم جواب بدین، موفق و سربلند باشین. خدا نگهداره.